سلام دوستان، من رام هستم. سلام برعکس یوتیوب. امروز میخوایم هات ساس بخوریم. رامی هات ساس بخور. یک به منو بخوره. اون لول 10 دیگه، اون تون ترینه. خیلی ویو بگیریم اگه کارو بکنیم. اگه دنبال ویو یه بار بعدش هم ساس من میشیم. با اونلی فنز میذاریم اونجا میکنیم کارو. وای اونلی فنز خیلی من حسودی میکنم. یه پسره بود دیروزش نگم اونلی فنز داره ماهی 140 هزار دلار در میاره. پشمام. بعد میشینه جو دومی جق میزنه و از این حرفا پشمام ریخته بود. گفتم من این همه سال تجربه داشتم، کاش که موقعی که سیکس پک داشتیم اونلی فنز رو اون موقع میزد. خب برای اکسید اپیزود راجع به خانوم و اخلاقای خانوماست و تجربه من و رامین غلط و اشتباهشون رو یه خود بذارید. من دیسکلیمر بدم که آقا هر چقدر دوست دارید من سهیل رو کنسل کنید، من با هیچ کدوم حرفاش موافق نیستم. خودش هر گوی خود به دوش خودش. من فقط یه سری حرف هستش که در میون میذارم، نظر شما رو دوست دارم بشنوم. کلا کنجکاوم که آقای بدون فیلتر اعظم این دوست منه. نه بابا کنه لقش بابا با دیگه باید قبل کنسل بشیم تو الان کنسل میشدیم دیگه. نه این داریم صحبت میکنیم در مورد چیزای واقعی که باش مواجه شدیم و میخوایم یاد بگیریم. من تقیقش میخوایم یاد بگیرم که آقا دقیقا بهت من میگم بس اصلا من میندازم توپو تو میدون که شروع کنیم دیگه. میگم من اصولا رابطه هم خیلی با پارتنرام و اکسام خیلی خوب با اینا، ولی یه مسئله که فکر میکنم خیلی یونیورساله، اینم ربط نداره که ایرانی یا نه، این فکر میکنم ربط به همین زن و مرد بودن داره. و توی رابطه من یه چیزی که به شخصه خیلی خیلی بدم میاد پاسیو اگریشن، نمیدونم به فارسی چی میشه این کلمه ترجمهش، ولی اینی که توضیح یه مثال بزن. به وقتی که تو مثلا میگی صبح میشی و میبینی که پارتنرت ناراحته، به یه دلیل ناراحته ولی به تو نمیگه، ولی از برخوردش، از سکوتش، از جوری که ظرفا رو برمی‌داره میذاره اونور، از جوری که سرش تو موبایله، اون وایب تو میدونی آقا یه گوی خوردی و روحت خبر نداره چی کار کردی. خب یا شاید هم خبر داشته باشی به نظرتون اونقدر مهم نباشه که بخواد آدم سرش اینجوری باشه، یا اصلا میگم یه اتفاقی که مال 12 سال پیشه یا نمیدونی از کدوم گوهایی که زدی و فهمیدی. آره نمیدونی اصلا کدوم گوهته، مثلا دیروز فلان شد چی شد. و من خیلی خیلی این موضوع رو مخم میره که چون من و تو انقدر آدمای رو کراستیم در مورد همه چیز خیلی راحت حرف میزنیم، من ترجمه اینه که آقا وقتی که مسئله هستش اولا که در مرحله اول من میشه استراتژی اول دعوام یا مشکلی که به جایی برخورم چه با پارتنرم چه با دوستم هر چیزی که آقا یه قدم بردارم عقب نفس بکشم میبرم این قدمی بزنم که فکرامو جمع کنم بیشتر در مورد موضوع فکر کنم، با ضربان قلبم برگرده رو جا. چون تو وقتی که عصبی میشی و بحث میکنی ضربان قلب میزنه بالا، تو اصلا دیگه منطقی فکر نمیکنی، تو داری توی یه لول مثل یه آدم معتاد داری آپریت میکنی، با یه آدمی که اصلا از خود بی خوده و نمیتونه با فکر خیلی روشن و درستی تصمیم بگیری یا حرف بزنی و داری فقط با اون قسمت خیلی حیوانی داری فقط واکنش نشون میدی و احساس میکنی که اونجا تمام عقده‌هات و غرورها و تمام کمبودات میزنه بیرون و دیدی که تو دعوا از هر حرف درون در میاد دیگه. اون موقعی که میشه وای تو که فلان کردی این سال پیش، تو که الان اینجوری، تو که اونجوری، به حرفان که شاید تو هم میکنی این کارو یا بیشتر طرف مقابلته. خیلی کم پیش اومده راستش تو زندگیم که جو میگه من چون مرحله اولم آدم تو دعوا خیلی نان کانفرونتیشنالم، ضد اینم که برخورد کنم تو لحظه سر دعوا، این چیزی که از با مرور زمان یاد گرفتم برای حل مشکل، چون هنوزم توش ریدم و اصلا ادعای ندارم، یعنی ریدم واقعا، نمیدونم تو ذهن خودم فکر میکنم که خیلی خوب میتونم حل کنم مشکلات رو، ولی واقعش اینه که خیلی سخت تره. یعنی مشکلات و آدم بتونه از زوایای مختلف یه سری مشکلات رو درک کنه و نیازهای اون آدم توی اون لحظه و بتونه اینا رو بتونه درست کامیونیکیت کنه. من این هر روز واقعا به خودم کار میکنم، حداقل آگاهم به اون جاهای تاریک و تخمی خودم که باید روش کار کنم که به اونجا هیچ وقت نرسه. کلا میگم که سعی میکنم که اوید کنم و تا اونجایی که میتونم، ولی بعضی وقتا آدم دعوا میشه اینا یه مشکلی پیش میاد. میگم خیلی خیلی کم پیش اومده که دیگه هر چی از دهنم در بیاد. بیشتر با دخترم شاید نه، حتی با دوستای پسرم بیشتر این اتفاق میفته راستش. که یه من راستش بخوام تا حالا اصلا یادم نمیاد با کسی شده باشه که هر چی از دهنم در بیاد بگم. چون من خیلی خودم کنترل میکنم، وقتی که به نفسم برسه. یه دفعه دختره است که یه خورده چیز گل دیگه کاراکتر داشت، بعد
همیشه دورور ما یعنی پروانه میچرخه چون همیشه دورور ما خبره. بعد یه بار من موف کردم توی خونه، بعد تو اون خونه که داشتم چیز میکردم، خب مثلا کار زیاد بود، مثلا 14 روز من کار سنگینش میکردم، خب رنگ میکردم همه چی، واسه 14 روز اونجا سنگین کار بود. روز 14 هم که کار تموم شد، 15 هم این اومد، چون آفتابی هم بود، میخواست بره تو بالکن من، طبقه 30 بود ساب پنت هاوس، میخواست بره تو بالکن، یه بالکن خیلی بزرگ داشت، میخواست بره تو بالکن روبروی استنلی پارک بخواب آفتاب بگیره. بعد اومد سلام خوبی، من دلم براتون تنگ شده و اینا. بعد من بولم شما اونم گوه خوردی به دوست و خمجم، من گوه خوردی گفتیم بیاد. بعد گفت واه این چه حرفیه میزنی؟ گفتم که من هم چهار روز اینجا مثل سگ کار میکنم، صبح تو یه دفعه یه زنگ نزدی، یه دفعه فرار شدی بیا اینجا کمک کنی، یه ساندویچ بیاری بیا اینجا بشه ما یه جوینت بزنی، هیچ کاری نکردی، وایسادی آمار گرفتی کی کار تمام شد روز آخر بیاری تنگ تنگ کنی سلام سلام. بعد برش رو سوسش نهایی کرد، گفت تو اجازه میدی سوید با من تو حرف بزنه؟ بعد دوستاش رو گفت دعوا شما من ربطی نداره، رفت عقب. بعد گفتم که ببین این الان کارت چی بود به دوست پسرت گفتی؟ الان یعنی مثلا من مش بزنم تو دوست پسر صورت تو، یا دوست پسر تو با مش بزنم تو صورت من، چه مشکلی رو حل می‌کنه از این سوالی که من پرسیدم؟ بعد دختری خود اینجوری نگاه کرد، گفت خب اگه من اینجا مثلا ویلکام نیستم میرم. گفتم بله لطفا برو. بعد از خونه رفت بیرون. این یکی از تنها باریه که من حرف دلمو زدم، ولی معمولا نمیزنم، من روم نمیشه بزنم به طرف، هیچ وقت روم نمیشه واقعا بگم، دلم نمیاد دل طرف اونجوری بشکونم، سعی میکنم بریزم تو خودم، ولی وقتی به اینجا میرسه نمیتونم. بعضی وقتا آدم لازم داره صحبت، به نظر من، که اون حرف سخته رو بزنه، و حتی خیلی وقتا لازمه که بشنویم. به عنوان خودم یه آدمی که خیلی دوران سخت رو زندگیم داشتم و جنگیدم با انواع اقسام اعتیاد ها و این چیزا، بعضی وقتا یه کسی سرم داد میزد، یه چیزی میگفت که بخواد شیرفهم میشدم و میفهمم. یعنی یه جایی الان مثلا با دوستان بسیار دارم صحبت میکنم، من احساس میکنم که خیلی وقتا توی بحثا این کامیونیکیت کردن واقعا کار خیلی سختیه. یعنی تو میخوای مسئله رو حل کنی، آدم میبینی سعی میکنه تا همه زوایای مسئله رو کنه، بره ریشه مسئله رو در بیاره و حل کنه، و آخرش میبینی کلی فکر میکنی، بعد خود تایپ میکنی، میگه آقا این بهترین جوابی که میتونم بدم، چون توش دارم از یه جایی با عشق دارم حرف میزنم، دارم سعی میکنم فیر باشم، دارم عدالت عدالت باشه، دارم سعی میکنم محکم باشم و محکم باشم، ولی میفرسی ها اون طرف اگه گاو باشه، یا اون تو لول تو لحظه، یعنی منم تو لحظه بعضی وقتا گاوم دیگه، نمیفهم منم یهو واکنش فلان، اصلا فایده نداره. اینم رفتی زحمت کشیدی و فکر کردی و آره اینو قبول حل دارم. حل مسئله خودش میگم، برای من یه چیزیه که خیلی دارم همیشه بهش فکر میکنم و دارم سعی میکنم توش بهتر بشم، ولی خیلی وقتا احساس میکنم که میگم بخصوص باز برگردیم به همون قضیه رابطه، بخصوص وقتی که من خودم چون آدم خیلی روک و راستی، مگه کسی مشکلی چیز داشته باشه همون لحظه میگم، یعنی من اینجا الان مثلا احساس کمبود کردم، نیاز به توجه دارم، نیاز به عشق دارم، یا نیاز به این دارم، ولی میگم به طرف، به پارتنرم میگم من الان میدونی اوکی میخوام یه چیز خیلی مهم ازت بپرسم. من هر وقت حالا این کارو کردم به ضررم تموم شده، مثلا میگم اگه من برشم بدوستم گفتم که ببین تو برمیگردی حرف رو با من میزنی من ناراحت میشم، اول اینو بگم اگه کسی به من گفته من واقعا گوش میکنم. اگه مثلا من یک دوستام هست بهش میگم که مثلا ای کچر ای کچر، بعد مثلا آقا به من میگه کچر من واقعا ناراحت میشم، تا آخر عمرم تو بدترین دعوا که میخوام مادرشم سرش کنم برنمیگردم بهش میگم کچر، یعنی بهش میگم مادر هرزه بادر فلان فلان، ولی بهش کچه رو دیگه نمیگم. خب خیلی احترام میذارم به درخواست دوستم، ولی توی تجربه بهم نشون داده که هر وقت من از دوستام همچین چیزی خواستم دو تا اتفاق بیشتر نیفتاده، یا یارو با من کات کرده گفته این یارو مثلا دیوونه است و ناراحت شده یه چیز احمقانه بار بابا چقال، یا فقط دیگه بهم گفته کچل، اسمم تو تلفن نوشته کچل، نمیدونم دیگه فقط به من گفته کچل. یعنی مثلا این تجربه شخصیم بوده و این خیلی همیشه منو ناراحت کرد که آقا چرا وقتی که من میگم من اینجوری گوش میدم دوست الان فکر میکنم داری کم کم، من فکر میکنم چون سوهل واقعی داره بیشتر هم میاد بیرون و آنلاین، و من الان فکر میکنم دوستایی که الان داری انتخاب میکنی، آدمی که الان جذبت میشن تو زندگی، با اون سوهل کسخل واقعی دیگه آشنان و طرفن، یعنی هر کسی به غیر از اینم از تو توقع داشته باشه حماقت از خودشه، چون میدونه آقا دیگه سوهل اینه. مثل من الان آدمی که همش تو پادکستم در مورد سکس و اوپن ریلیشنشیپ اینجوری حرف میزنم، بعد یهو یکی بیاد بهم بگه تو مثلا چرا مثلا تو 48 ساعت با من فقط گذروندی، چرا بیشتر پیش من نموندی، و چرا مثلا
منو دوست نداری اونجوری میگم، چون از روز اول من تکلیفم روشن بود، من با تو خیلی آنست بودم در مورد مسائل صحبت کردم، پادکستم کلی در مورد صحبت کردم، کجای زندگی هستم میدونی، و این مشکل دیگه از من نیستش. من روز اولم اگه دوست نداری و من خیلی شفاف میگم، برای من خیلی بحث اشتیاق و رضایت و خوشحالی و راضی بودن توی رابطه خیلی برای من مهمه، من اینو خیلی بهش توجه میکنم. به از عاطفی میفهمم، بعضی وقتا آدم ها خب یه چیز عمیق‌تری هستش تو دلشون و چیز بیشتری میخوان، ولی به نظر من یه سر نامردیه که آدم اونو اون بار رو روی یکی دیگه خالی بکنه، اون شدت احساسات و عواطف و وقتی که تازه میدونه طرف چه جوریه. به هر حال کلا یعنی میخوام بگم یعنی دوستایی که تو پیدا میکنی تو زندگیت مطمئنا خیلی دوستای بهتر خواهم بود دیگه، آدمایی نیستن که به تو بگن راست میگی فلانی هر چی میگم، خدا اینو راست رابطه خود من آدم که دارم من هر روز خیلی قوی تر و باحال تر میشه، بخاطر اینکه با هم تعارفی نداریم، با هم خیلی کوریم، چه هر هفته با هم هر روز حرف بزنیم چه دو هفته حرف نزنیم، اون عشق اون احترام و اون رفاقت سر جاشه. من میدونم که آقا من با جونم میتونم رو سوئیل حساب کنم، چون حداقل با من همیشه آنست خواهد بود. این برای من وقتی مسیر راستی رو شروع کردم برای من خیلی اینجوری شد، یعنی دیگه دوستایی که الان تو زندگیم دارن میان منو با تمام خوبیا و بدیام قبولم دارن و آدم هیچی بیشتر از این نمیخواد به نظر من، چه تو رابطه دوستید چه توی رابطه عشق و عاشقید. مثلا چند بشه با که دوستام که دعوام شده بود برگشتم بهش گفتم بابا، گفت من اینقدر زحمت کشیدم برای تو فلان، برام برگشت گفت منم اینقدر به تو حال دادم فلان، هی بده بستونی که دو تا چهار تا که بیشتر داده فلان. و آخرش من آخرش حرفم این بود که ببین من هیچ وقت از تو نخواستم که این همه کار برای من بکنی، 10-15 سال رفیقم، تنها چیزی که از تو همیشه میخواستم از روز اول اینه که دوستم باشی، اینه که حالام بپرسی، اینه که واقعا برام حضور داشته باشی تو اون لحظه‌های سخت، و اینکه این چیز به این سادگی رو نمیتونی درک کنی، یعنی واقعا خب دوست من نبوده هیچ وقت. خب جواب چی داد؟ من آدم خودش وقتی حالش بد بود به خدا قسم میرفتم دم در، چون فکر میکردم چون یه موقعی 2-3 هفته جواب تلفنشو نمیداد من این خودکشی کردم، میرفتم در میزدم در خونهشو این ور اونور که این فقط جسدش، انقدر نگرانش بودم و چون انقدر دوستش دارم و تا این قلبم و انقدر خوشحالیشو میخواستم، یعنی واقعا خودم همه جور مایه میزدم که این آدم زندگی بهتری داشته باشه، چون هنوزم دوستش دارم، ولی دیگه دوستم حسابش نمی کنم، واقعا براش بهترینا رو میخوام. ولی تو کل رابطه زندگیمون همیشه من به عنوان یه ابزار نگاه میکرد که چجوری واقعا موقعیت خوش رو ببره جلو. خب اگر روز اول قبل رابطه‌ام اینجوری باشه میگفتی، منم اینو تو ذهنم این توقع یا این جایگاهو برای تو نمیذاشتم که رابطه‌ام به همچین جایی برسه، ولی قلبم میشکنه چون برگشتم بهشم گفتم گفتم من واقعا تنها چیزی تو زندگی میخواستم از تو اینه که یه بار حالا هم بپرسی. تو 15-10 سال رفاقت یک بار تو من زنگ بزنی بگی رام حالت خوبه، میدونم الان مشکل داری، الان فلانه، بزنم بیام دنبالت، بریم ما هم بیرون، اصلا بشینیم توی پارک، بشینیم توی بار، با هم یه پیک بزنیم، یه شات بزنیم. یک بار حتی نکرد این کارو، حتی یک بار مهمونم نکرد. حتی ببین من این موضوع خیلی رو مخم میره، میدونم خیلی احمقانه است این حرف، من چون خودم خیلی دست دل بازم، همه رفیقام اگه پول داشته باشم همه رو مهمون میکنم، هیچ وقت توقع ندارم کسی منو مهمون کنه، با یکی 10 سال رفیقی و یه دونه شات هم برات نخره یه جای کار میلنگه. آره حالا من اینوری کونم سوخته، من نه اینوری، منم دقیقا مثل تو کونم سوخته. یعنی مثلا من یادم تو خونه قبلیم برنامه پوکر داشتیم، بعد من پوکر که میذاشتم مشروبم میذاشتم، مشروبای خفن، یعنی ضعیف‌ترین مثلا ویسکی مثلا دیگه گرین لیبل یا گولد لیبل جانی واکر بود، از این شروع میکردم با مثلا گریگوس و این حرفا. بعد یه چیز آمار اومد که سهر خسیسه، بعد اصلا مغزم داشت سود میکشید که خواهر من خونه های شما میام شما آب به آدم نمیدین، بعد میای خونه من غذا براتون از بیرون میگیرم، گل بهتون آنلیمیتد میدم، مشروب تو این لول بهتون میدم، چطوری من خسیسم؟ بیا یه فکر بکن. دوستم که داشت به من میگفتش که تو خسیسی، گفتم دادا تو تا حالا شده، گفتم کوکائین میزنی؟ گفت نه. گفتم تا حالا شده واسه کسی کوکائین بخری؟ گفت نه مگه خودم. گفتم من مشروب نمیخورم، یه دقیقه به این فکر کن. بعد حالا بعدش پرسیدم گفتم بگو چرا به من میگی من خسیسم؟ گفتش که چون وقتی میریم داون تاون تو هیچ وقت ماشین نمیاری،
حالا داستان چیه؟ من از 17 سالگی راننده همه گروه های دوستان بودم، همیشه من کسی هم که راننده بودم، مخصوصا چون که مشروب نمیخورم. بچه که بودیم خب همه مشروب میخورم بغیر از من دیگه. خب من اصلا دزیگنیتد درایور بودم همیشه، بر همین من عقده دارم که بشینم کمک راننده، ریلکس باشم، به توفان نباشه کجا باید پارک کنم، ماشین تو میشه تو نمیشه، چه قانونیه، با کدوم اپ باید پول بدی، خیابون رو رانندگی کنی، پلیس نگران باشی. من عقده شده واسم این. من تو مغزم بود که من تو زندگی مثلا تا 2000 بار به هزار بردم بیرون دیگه، هر پنج شنبه که الان میریم دیگه من چهار نفر دارم از طرف شهر ما میرن دیگه، من با یکی از این بچه‌ها هر دفعه برم. بعد اینا چرخوندن که این خسیسه، کسی که میاد خونه من میدونه من مشروب میخورم، براش دارم مشروب 100 دلاری باز میکنم. ببینید مردم اصلا همیشه آدمو یه جوری هرت میکنن که من اصلا هیچ وقت نفهمیدم چرا انسان اینقدر کثیف و نامردن. بعد میگم اگه یکی دو تا بود میگفتم، من یه دوست کی داشتم، ببین من از آدمی گشتم که مامانش تو کانادا روسری سرش میکنه تا کسی که باباش تو ایران جنده خونه داره. واسه همین همه جورشو دیدم، از پولدارش دیدم فقیرشم. من آدم نیستم که قیافه باشم انبازی واسه کسی در بیارم، اون ننت کیه، بابات کیه، تحصیلاتت کیه، چی میکنی. من هر کی میبینم همون لحظه سلام، اسمت چیه، چیکار میکنی، یعنی داری حال میکنی یا نه. که مثلا میرم با یکی با یه ساعت حرف میزنم، الان میگه یارو چی کاره بود، میگم چه میدونم، میگه نپرسید چی کار میکنی، میگم نه به من چه ربطی داره یارو چی کاره است، تو مهمونی ها. میگم با یکی حرف میزنم میگه یه مثلا زن فلان شوهر فلانی بود، میگم چی کاره است، میگم چه میدونم، میگه داش نپرسید چی کاره است، میگم نه به من چه چی کاره است. واسه همین من همه آدما رو اون لحظه شون رو میخوام، تو اون لحظه باشون کانکت میکنم، حال میکنم، باشم ولشون میکنم میرن. بعد وقتی که میبینم این همه کالکشن آدم همیشه کالکتیولی منو گیدن، به این باور رسیدم که آدما بعد از اینکه به قول جنابادی معصوم و گل به دنیا میان، توی سنی شروع میکنن یاد گرفتن بد شدن. اینم فقط توی پادکستم با دکتر سنا اینو گفتم، یا خیلی دکتر سنا حال کرده بودم بهت گفتم اینو، نه بهش گفتم به نظر من آدما از 1 تا 5 سال خودشون میشن، حالا 1 تا 7 خودشون میشن، از 7 تا 17 یاد میگیرن چطوری خودشون نباشن توی سوسایتی. بعد اینو که گفتم یهو مایکو انداخت شروع کرد کف زدن، گفت عجب گل گفتی فلان مثال. و این خیلی موضوع سدیه و به نظرم آدم ها همه یاد میگیرن که بد باشن، و وقتی من بهشون خوبی میکنم همه نگاه میکنم که این چرا داره این کارو میکنه، همه رفت که تو داشتی میزدی، چرا داره واسه ما بوتچی مشروب باز میکنه، یه حتما یه برنامه‌ای واسه ما داره فلان مثلا. و من هیچ وقت هیچکی هیچی نخواستم. مثلا من الان توی 25 سالی که کانادا ام تا حال نشده به یکی از دوستام زنگ بزنم بگم مثلا میشه بیام خونت بخوابم، میشه نمیدونم ماشین ازت قرض کنم، پول داری به من بدی، نمیدونم اعصابم خورده برفم گوش میدی. تا حالا یک بار از یکی از دوستام هیچی نخواستم. خب بعد حتی مثلا همه ازم میپرسن آقا تو این هم دوستای خفن رپر داری، چرا با اینا پادکست نمیذاری؟ چون نمیپرسم. هر کی من آفر داد من رو چشم، صبح باشه شب باشه بلند میشم، از آدم معروف تا آدم غیر معروف دیگه. اگه رفیق فابریک ما نمیاد به من آفر بده، اون مادر جنده است، اون کشکش احمقی که میدونه من به کمکش احتیاج دارم، اون میدونه با یه صد نشستم پشت دور میتونه من کمک کنه. ولی دوست دارم بگم من آدم بپرسه برای کمک من، به این تو خیلی اعتقاد دارم. آدم وقتی که نیاز زندگی تو رو توی شرایطی واسه خیلی قرار میده، منظورم چیز مالی نیست، منظورم از عاطفی. من واقعا میفهمم اگه نیاز دارم که من به تو زنگ بزنم بگم من اون ترس و اون شرمو ندارم، یعنی آسوی من خیلی افسردم امروز، میدونی، و حالم خوب نیست، مثلا میتونی دنبالم بری مام بیرون. ببین من از این موضوع اصلا نمیترسم، چون یه میذاره استیگمای که مردا نباید درخواست کار کنن، یه غروری هست پشت این قضیه که نه ما باید همیشه محکم و قوی باشیم. میفهمم منطق دادم، دوست ندارم به کسی چخ بدهکاری چیزی باشه اینا، ولی دنیا و شرایطم یه جوری که آدم نمیدونه زندگی تو رو به کدوم سمت میبره خیلی وقت، و آدم میتونه یه محیط و یه جامعه و گروه دوستای خوب داشته باشه دور و بر خودش، خیلی زندگی تو رو میتونه بهتر کنه. ببین این موجی که هممون رو بیاره بالا، این انرژی و این عشق، چون تو خیلی از جامعه هام که میرن تحقیق میکنن که چی باعث میشه که خیلی آدما به طولانی عمر کنن، اولین چیز اینه که میگن آقا دوستای خوب، سکس خوب، دایت خوب، میدونی، یعنی این سه تا چیز مهمترین چیزان قشنگ. و میدونی آدم مهم به نظر من که یک کامیونیتی و یک جامعه کوچیک خیلی سالم و خوب و قوی دور برش باشه، یه سپورت سیستمی
که اگر روز مبادا یه روزی که اتفاق وحشتناکی بیفته، آقا مگه من تصمیم میفهم یه روز زندگی بابامو بکشن، مامانمو گروگان بگیرن، همه پولامونو بگیرن؟ مگه من مگه زندگیمو میکردم؟ و فرات پا میشی و گیجی و نمیدی با چه گاهی بخوری. خب اون موقع معلومه من خیلی نیاز بگم. من واقعا یعنی بیشترین چیزی که تا ناراحتم تو این چند ساله که اون کمک و گایدنس درستی که لازم داشتیم که من و برادرم و از اون باطلاق بکشه بیرون واقعا نبود تو اون لحظه اونجوری که لازم بود. و ما هرچی ببین یعنی قشنگ یعنی هر تصمیم بدی که تو فکر کنی یه خانواده میتونست بگیره از لحاظ اقتصادی، از لحاظ عاطفی، از لحاظ یعنی همه رو ما افتضاح یعنی تصمیم گرفتیم، چون هیچ کسی نبود ما رو هدایت کنه. ما هم داشتیم روی مودی آپریت میکردیم که از خود بی خود بودیم، یه جای تاریک و افسرده و میدونی و با ترس. آدم وقتی تو لول ترس داره آپریت میکنه فقط تصمیم بد میگیره، پشتر تصمیم بد. ولی برگردیم به اصل بحث و این داستانی که میگم، من میخوام بدونم که آقا آدم با چجوری دیل کنه وقتی که پارتنرش ناراحت از دستش و داره تو خونه ها چه دختر بده. ولی من تو دختر رو فکر میکنم اینو بیشتر دیدم تا پسرش. اگه اشتباه میکنم بیان بهم بگین، حالا میگن آقا یارو سکسیست و فلانه، ولی این قضیه که یه چیزی که ناراحت میکنه تو رو و درست کامیونیکیت نمیکنی، درست در موردش صحبت نمیکنی، و ما مردا خیلی وقتا باید حدس بزنیم که مشکل چیه و میگی بعد ناراحت بشن که تو چرا نمیتونی حدس بزنی که مشکل چیه. من که همیشه گفتم من که اصلا تک سلولی مغزم، من که قشنگ یعنی تیپیکال مرد خنگی که اصلا نمیتونم به چند تا چیز تمرکز کنم. مثلا اگه دارم سعی میکنم ایمیل بنویسم تو داری با من حرف میزنی، غیر ممکنی اصلا بشنوم داری چی میگی. من بودم تو خونه مثلا اگه النا باهات مشکل داره یا دعوا میشه باهات کامیونیکیت میکنه یا نه، همون این سایلنت تریتمنت رو من... بده یا پسیو اگریسیو یا نمیگی بری خودش نمیتونه باهات حرف بزنی؟ نه اصلا پارتنری داشتی که اینجوری بودن؟ نظر آره. چیه کلا تمام تک تک دوست دخترای قبلا هم همینجوری که تو میگی بودن. وقتی بلند میشدی از خواب میدی یارو بد اخلاقه میرفتی دنبالش میشست تو ماشین مثلا حرف نمیزد بهمون چی شده، همیشه داستانی بود که مثلا دیر اومدید، خیلی احمق که اصلا نمیتونم حدسم بزنم و خیلی عصبانی میشدم که چرا من باید انقدر عصبانی بشم و مغزمو به جواب بدم به خاطر چیز خیلی کوچیکی. تو مثلا میتونی بگی نشید ماشین بگو آقا 10 دقیقه دیر اومدی، من شاکم تو 10 دقیقه دیر میای هی قیافه میای، بعد بهت میگم دیر اومدم، میگی ساعت رو تکون میدی بالا، یعنی مثلا نمیگی آره هنوز داری ناز میکنی، بعد دیوونه میشدم. با النا که دوست شدیم، النا یه جوریش فهمید شخصیت من یه خورده غیر عادیه. یعنی در روز اولی که با من هوکاپ کردیم به من گفت، گفت من از اینکه تو یه آدم متفاوتی با بقیه خوشم میاد، از اینکه مغزت متفاوته. یعنی النا اصلا منو خیلی به من گفت من کیم. من قبل از النا خودم نمیشناختم، چون من بابام یه بابای ایرانیه، بابای ایرانی هم همیشه فقط میینه تو سرت تو وقتی که مدرک دکتراتو بگیری، تو وقتی دکتر نشو بشی همه بچهای دیگه لوز زنن. به خاطر همین بابای منم همیشه بچگی میزد تو سر من، همیشه میگفت تو مثلا تو همه چی بدی. من فکر میکنم من یه آدم توپی و خنگ و فلان، واسه همین وقتی مثلا من یه بیزنس درست میکردم میگفتم اگه من اولاق عقلم میشه دیگه هر کسی عقلش میرسه دیگه، ولی هیچ کی دیگه عقلش نمیرسه. بعد من که با النا دوست شدم، النا بهم گفت دود تو که الاغ و گاو نیستی، هیچی اوریج هم نیستی، تو جز آدمای خیلی خاصی. کی فکر اینو میکرد؟ کی فکر اونو میکرد؟ ببین اینو کردی تو، ناکان اونو کردی. و انقدر به من گفت من اعتماد به نفس پیدا کردم و اینا. برای همین النا با من حرف میزنه، وقتی مثلا ناراحته همون ثانیه میگه ناراحتم. ولی حالا همین چند روز پیش رفته بود خونه مامان باباش که تو ویکتوریا یه جزیره است، با اینجا یه ساعت با قایق راهه، رفته بود اونجا با بچه‌ها. بعد شب زنگ زد، شب که زنگ زد من با یکی از بچه‌ها که همیشه هنگاوت می‌کنیم تو اتاق بود با یه دختره. بعد من دخترم تو بفرمایشام بود و من برگردوندم کامرا رو، گفتم دارم بفرمایشام نگاه می‌کنم. بعد گفت ای پدرسگ بدون من بفرمایشام نگاه می‌کنی؟ گفتم آره. بعد دوربین رو از رو آدمه که رو تلویزیون بود همون رو چرخوندم روی آدم زنده که تو اتاق بود. بعد النا یهو چیز شد، گفت خب من این برام اهمیتی نداره، اوکی من باید برم. گوشی قطع کرد. خب یعنی همین کاری که تو داری میگی به من نگو بچه ناراحت شده. من باید حدس میزدم که از اینکه دخترم جز ناراحت شده، یا یعنی اینکه من دخترم نشون دادم ناراحت شده، یا یعنی اینکه دختر تو اتاق خوابونه ناراحت شده، یا یعنی اینکه دختر اصلا تو خونه است ناراحت شده. من واقعا نمیدونستم، من باید حدس میزدم از چی ناراحت شده. ولی روی تجربه‌ای که از دوستای قبلیم داشتم دیدم هر وقت که من رفتم دنبال این موضوع و سوال پرسیدم فقط بدتر شده. یعنی هیچ وقت نتونستم بگم که از چی ناراحتی، بگی از اینکه دختر بردی، بگم من دختر نیاوردم، این دوستمون که اومده دختر باش بوده، من دیگه نمیتونم در خونه بهش بگم برگرد.
هیچ وقت این درست نشده که بگه او من نمیدونستم که مثلا چیزه، من نمیدونستم فلان مثلا. به خاطر همین من چیز بودم. وقتی که النا این کارو کرد گفت او که من باید برم گوشو قطع کرد، گوشو قطع کرد، من گوشی رو خاموش کردم، تلفنمو چیز کردم دو نات دیسترب، که دیگه اگرم به من مسیج بزنه اونجا واسش بنویسه که این آدم تلفنشو دو نات دیسترب کرده، مسیجشو دیگه نمیبینه. دو نات دیسترب کردم و دیگه ساعتم در بردم انداختم رو میز، دیگه واسم حال کردم. چون گفتم اگه الان من بخوام با النا صحبت کنم راجع به این موضوع، فقط شب منو خراب میکنه، النا رو هم بهتر نمیکنه. پس النا که الان ناراحته، بذار تو صبح ناراحت باشه به تخمم، حداقل من حال میکنم، یکی باخته یکی برده، اگه من برم تو جفتمون میبازیم. بعد تا ساعت 1:30 تو اتاق بودیم، 1:30 بچه‌ها رفتیم یه جا مهمونی، تا ساعت 3 تا 3 صبح من استوری گذاشتم تو اینستاگرام و اینا که مثلا من بیرونم و این حرفا. بعد النا صبح ساعت 10 زنگ زد، النا صبح ساعت 10 زنگ زد، سلام بیبی خوبی؟ خوب خوابیدی؟ خوب حال کردی دیشب؟ چه خونه قشنگ بود، مثلا اصلا انگار نه انگار که اون دراما رو درست کرده بود تلفن آخر، اصلا کامل خوش مثلا چیزی که مثلا نه من نباید این کارو بکنم. واسه همین هم تو باید اکتیولی دختره رو آروم کنی، هم باید بهش بگی که آقا من مغزم اینجوری کار نمیکنه، چون دختر دوست داره کلا آرگیو کنه، حالا میخوان قبول کنه میخوان نکنه خانومو. واسه همین وقتی بهش آرگومنت تره رو بدی، فقط اونو میبره جلو که مادر مغزت رو سرویس کنه، پوینت هم نمیخواد. یه بار با اینا دعوام شده بود، بعد یه چیزایی به من گفت، من عصبی شدم با مشت زدم تو دیوار، دیوار سوراخ شد. بعد که تموم شد دعوامون، گفتم چرا انقدر من عصبانی کردی که باید همچین کاری کنم؟ گفت من میخواستم اون لحظه عصبانی کنم، من فقط فکر این بودم که تو رو عصبی کنم، اصلا فکر این که حقیقت رو بگم یا مثلا راست و اینا اصلا مهم نبود، فقط داشتم چرت و پرت میگفتم، مثلا دعوامش من بگم مثلا تو هرزه ای. بعد گفتم خب بی پدر، وقتی من تو داریم دعوا میکنیم، من دارم سعی میکنم به خوبی برسونم موضوع رو، به صلح دارم فکر میکنم، تو داری فکر میکنی چطوری مادر من عروس کنی به هر وسیله ای؟ خب این چه دعوای احمقانه ای، واسه چی ما دعوا میکنیم؟ چون تو میخوای، میگفتم مثلا اینه که گو آخه خب تو دعوا آدم چیز میکنه دیگه، گفتم نه چرا احمقانه میذاری، مثلا اینکه تو دعوا من با مش بکنم تو دهنتو دندوناتو بشونم میگم خب تو دعوا بودیم دیگه. خب نه، من اکستریم ترین اینه که میتونم تو رو بکشم با دستام تو زیر 5 دقیقه، تو هم اکستریم ترین اینه که میتونی کسشه ترین حرفا رو بار من کنی، تو داری اکستریم ترین تو میکنی، من دارم نمیکنم، پس تو خیلی بدی رو تو رابطه رفتار میکنی. بعد میگه میفهمم حرف تو، ولی تو دعوا نمیتونم بفهمم، تو دعوا اون شخصه. جالبه، من چم پیچو میگم، یه پادکستی بود که گوش کردم، یه تحقیق علمی کرده بودن سر دعوا و دخترها پسرها، میگم یه سری آدما میان فوش میدن دوباره میگن آقا سیک، ولی خب میگم این بر اساس حرفای من نیست، این مطالعه بود. چون دعوا که میشه ضربان قلبت میره بالا و این باعث میشه که تو یه جای آپریت کنی که اون فایت اور فلایت موتوریه، و تو ضربانت وقتی بالاتر، هیجان بالاتری داری، فکر میکنی که خب من اگر این تنس و این استرس رو دارم الان، یعنی حل نشده مسئله. توی دعوای دختر و پسر معمولا پسرها زودتر ضربان قلبشون برمیگرده، و خیلی اختلافش کمه ها، ولی مال پسرها زودتر آرومتر میشن، ولی دخترها نه. بازم میگم این حرف من نیست، بر اساس مطالعه برم پیدا میکنم، پادکست رو با همه شیر میکنم، میگه از این پادکست معروفا بود، نمیدونم اسمش الان یادم نمیاد، خیلی معروفه همیشه اصلا اسمشو. Anyways HTV این نه از یه چیز دیگه بود، اون نبود. و اتفاقی که میفته اینه که تو دعواه مثلا پسر یه ذره آروم شده، ولی دختر هنوز ضربان قلبش بالاه، با اینکه مسئله حل شده، یعنی منطقی میدونه حل شده مسئله، ولی فکر میکنه بدنش دوباره اون واکنشی که اون قسمت پرایمال و لیزارد برینش داره بهش سیگنال میده، تو هنوز ولی ناراحتی با اینکه حل شده، بعد دوباره یه شروع میکنه دعوا، بعد دوباره تو اون لوپه میفتی، بعد این لوپ خشونت و بحث و دعوام یه حالت مثل دراگی، مثل اعتیاد آوره، شروع میکنی دیگه هی میخوای ادامه بدی، و آدم ها که گیر میکنن تو اون لوپه، دیدی که دیگه دعوا یهو چند ساعت یهو طول میکشه و بحث، و آدم اصلا من که اصلا دلی دارم خودم میکشم، اصلا میگم آقا حرف مخالف بزنم کتک میخورم، حرف موافق بزنم کتک میخورم، انگار هیچ چیزی دیگه اصلا حل نمیشه مسئله. من میگم آقا من گو خوردم، فقط تو رو خدا دعوا نکنیم، مثلا فقط این مسئله حل بشه بره به زندگیمون برسیم. و
من همیشه هدفم اینه که پیشگیری کنم که به اون لول، چون از اون لول انقدر میترسم و وحشت دارم. برای همین من بزرگترین ترن آف هم همیشه تو رابطه هم گفتم دختر الکالیکه، چون خیلی الکل آدم رو اگریسیف میکنه، فرق نداره دختر یا پسر. مثلا کلن چه پسر چه دختر، آدمی که خیلی از همه دراغ ها، یکی الکل، یکی کوکین، این دوتا چیز بیشترین چیزی که بدن میاد. آدمایی که جنبه الکل و کوک ندارن و توش میفتن خشن، آدم علف میزنه خشن نمیشه، آدمی که اسید میزنه یا ماشروم میخوره یا ام دی میزنه خشن نمیشه، قلبش پر عشق و همه رو میخواد بغل کنه و بوس کنه. ولی الکل و کوکین انقدر تو زندگیم زیاد دیدم، من که دیگه کوک نمیزنم واقعا، اصلا کوک بدم میاد. یعنی شاید سال دیگه مثلا یه بار دو بار یه چیز استثنایی باشه، اگه قرار باشه شب مثلا با یه شاکوس بخوابم مثلا دیگه مرام بگه بزن، اون بگه هروئینم بزن میزنم، هر چی اون بگه میزنم. ولی الکل خودم سعی میکنم کمتر بخورم. من خودم چه آدم بدمستی نبودم تو زندگیم، تو مستی با کسی دعوا نکردم. ولی واقعا آدمایی که بری رفیق داریم قشنگ، یعنی وقتی که اون سایدش میاد بیرون میگیم شیرعلی، این سایل شیرعلی که میاد بیرون و تمومه، این با همه میخواد دعوا بکنه، با همه میخواد کتککاری بکنه، سر همه دار و ما باید جوری فقط جمعش کنیم دیگه. بقیه شب ما به جوری که خوش بگذره فقط تو مهار کردن این آدمه که چجوری جمعش کنیم. یعنی دیگه کل انرژی شب دیگه اینه که شیرعلی رو چجوری جمع. شیرعلی خیلی فانی. من یه توی کلاب بودم با 9 تا دختر بودم، یعنی دوست دخترم با 8 دوستاشو گفته بود بیاد، منم اونجا بودم، واسه همین انگار که من با 9 تا دختر بودم. بعد من چه آدمی ام که مثلا میخوام به همه حال بدم، نگاه میکردم هر جا مثلا یه پسر و دخترم رو چکل میکنه، مثلا دست میذاشم گفتم این دختره رو میخواد، بعدش گفتم بیا بیا دست آخر میگفتم گفتم با هم بریم برقصین. بعد همینشام به همه حال میدادم و اینا، یه ها برگشتم دیدم یه پسره همین شیرعلی که تو داری میگی دوست دختر من دستش گرفته داره میکشه، دوست دخترم داره اینجوری دستش میکشه که ول کنه. بعد اینجوری دستش ول شده اومد تو بغل من، شیرعلی هم همینجوری داره تو زول تو چشم من عصبی نگاه میکنه. میگم عصبی دیگه برای چیه؟ دوست دخترم رو برداشتی داشتیم با زور میبردیش، الان ناراحتی بزنی بگی ببخشید بهم برخورد. بهم برخورد و شوگم تو چشم نگاه کردن و یه دونه بهش فینگر نشون دادم. بعد دوستاش اومدن تری گرفتن بردنش و رفت عقب و چیزی دیگه نشد. ولی من همین جوری نگاش میکنم. بعد اون موقع مثلا موضوع مالا چه میدونم 20 سال میشه و من اون موقع چیز نبودم، یعنی اون موقع قد آدم هنوز انقدر بلند نشده بود، واسه همین وقتی توی کلاب بودم من سرم اینجا که بود همه سرها دیگه زیر گردن من بود، یا عالمه سر میدیدیم من سرم بیرون بود. اگه مثلا دوتا آدم قد بلند بودن ما همیشه همدیگر میدیدیم. این شیرعلی هم قد بلند بود، واسه همین من همیشه میدیدمش، تو غیب نمیشد. برای همینجوری زل زدم تو چشاش، همینجوری چشاش نگاه میکردم، اونم پشتش به من بود. بعد برمیش من نگاه میکردم، تا نگاه میکردم من دوباره فینگر نشون میدادم، دو بار سه بار چهار بار پنج بار. بعد دوستاش اومدن پیش من که آقا همین حرفی که تو میزنی این شیرعلی یه خورده دیوونه است، مشروب میخوره، به همیشه گیر میده، هر هفته دنبال دعوا میگرده، بیا بی خیال شما معذرت میخوایم بابا فلان مثلا. گفتم این شیرعلی تا حالا به آدمی مثل من گیر نداده بوده، امشب یه کاری میکنم که مشکل شما حل بشه، دیگه شیرعلی نخواهیم داشت. بعد دوباره دو سه بار دیگه بهش انگشتشون دادم، دیگه به غیرتش برخورد، دیگه زایش کرده بودم دیگه، فکر کنم یکی واسه هر دفعه برمیگشت این برام که من بهش فینگر نشون میدادم. بعد یهو اومد طرف من، اومد طرف من و دیگه من دوست خودم زدم که بلند شدم، یه دونه مشت زدم تو صورتش، همون چرخیدم یه دونه لگزم توی سینه‌اش، پخش زمین شد، یهو همونجا ناک اوت شد، اینستن قش کرد. خلاص این شیرعلی رو دیدم، من یکی دو بار چیزشون کردم، آتش کردم، خیلی حال داد. ولی آره دیگه میگم متاسفانه اینا اصلا اون اصلا من نمیدونم آدمایی که دنبال دعوان، من یه رفیق دیدم اتفاقا خیلی تصادفی چند روز پیش یه جایی بودم و دعوت شده بودم و یارو گفت من دختر خاله فلانی ام، گفتم اوه 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 اون یارو کسخله، بچه پولدار موفق فلان 17 بار چاقو خورده. واو. چون انقدر لات بازی الکی با همه دعوا میکنه، همیشه هم کتک میخوره ولی حالیش نیست. اصلا میگم با تو 17 بار چاقو خوردی فلان شده، کی میخوای آدم شی؟ بعضی آدما اصلا میگم یه سری سلولای مغزشون کمه، اصلا نمیفهمن اون قسمت رو، اصلا انگار رد دادن اصلا. ولی الان داریم به آخرای این اپیزود میرسیم، میخوام فقط روی این موضوع باز که الان اگه بچه که مواجه میشن با دوستایی که با پارتنری که
با سکوت یا با خشونت سایلنت هم پسیو اگریشن اونجوری برخورد میکنه یا نمیگه مسئله چی، با چی کار کنم به نظر تو که حل کنن اون مسئله رو؟ یعنی همین مثل تو به قول تو واقعا حرفی که زدی یه حرف باحال زدی، گفتی آقا یکی میبازه یکی میبره، اینو خیلی دوست داشتم، خیلی حرف میگم مغز تو رو اینجاست که دوست دارم. یه جایی بدون فیلتر یه فکر احمقانه بلند بلند میگه که درسته تای خطش منطقه، چون چرا دو نفر ببازن اون شب، حداقل یه نفر ببره. میفهمی چی میگم؟ اون که آردی باخته، اون که آردی تو عصبیه. آره اون که آردی عصبیه به قول تو، من دیگه چیکار میتونم، من دیگه نریم تو شب خودم. بله حالا کلا برای اینکه جنبندی فردا صبح اون خوشحاله، تازه وقتی من میبرم امشب فردا صبح هم اون خوشحاله، یعنی تکنیکی اونم فردا میبره، یعنی میگه که اوکی من ریلکس کردم بهش فکر کردم، اوکی الکی غیر الکی عصبی شده بودم، سلام شوهرم خوبی، میدونی؟ یعنی اونم مثلا سریع شروع میکنه، فرداش هم بهتر میشه. من به کامبینیشن اینه که به خانم بگم آقا من نمیفهمم وقتی مشکل داری، یا به من بگو یا از من اکسپکتیشن نداشته باش، اگه داشته باشی من تو خودم حساب نمیکنم. بعد دو بار که بهش نشون بدم تو خام حساب نمی کنم دیگه میگه واقعا، چون میگه خب میدیو رو نمی کنه داخلش، بس من هم هم هی این کارو بکنم خب که چی اینکه تو خونش که نی، میگه بذارش بگم یا من ناراحتم کفش تو در میاری جفت نمی کنی، میگه اوکی افر رو جفت میکنم. آره بابا بگو بگو بابا راحت میشه، بگو خب من این دمپایی تو دم در نذار، فلو اون جورابت اونجا نذار، آقا حل میشه مسئله، چرا اینو خود صحبت کنیم کامیونیکیت کنیم راحت میشیم. ما بیچاره وقتا مسئله احمقانه، اصلا مسئله خیلی عمیق و بزرگی هم نیست. اینه که من بیشن چیزی که میسوزه، من توی لوپی گیر میکنم که میگم باور نمیشه که سر یه جوراب الان داریم دعوا میکنیم و بعد دعوا تبدیل شه به یه بازی بزرگتره که آقا تو 20 سال پیش آدم تخمی بودی و بعد چی شد و فلان شد و همینجوری بزرگتر و بزرگتر میشه. میگم باورم، بعد من از خودم خجالت میکشم توی لول انتلکچولی که میگم باور نمیشه ما داریم سر یه جوراب واقعا داریم به اینجا رسید دعوامون و من چقدر آدمی ام که آره. دیدم که جزو دادم که رابطه‌مون از یه جایی به اینجا کشیده و این گیر میکنی تو اون لوپ بک خیلی نگاتیو و منفی و هی میگم بابا اصلا نباید به اینجا برسه این قضیه. با همون اول داستان آقا دایوس جوراب تو وردار به زمین چش تمام اوکی. آره خیلی واقعا کامیکیشن خوبه، ولی باز به نظر من اینم آخرین پوینتی که من میگم، باز برمیگرد به همون نقطه که من میگم، آدمایا کلا وقتی که یه حق به جانب باشن میخوان استفادهش کنن، همه آدما آرزوی رئیس بودن و قدرت در داشتن دارن. یعنی وقتی میگی که الان من میدونم آره، یه کس هم میگم هر کسی یه کار بدی میکنه، مثلا خودش میگم کار بد میکنه بعد تو همون کارو میکنی به تو غور میزنه، اینم هم همونه دیگه. این میگه الان من کار جوراب اینو با منطق من کار بدی که این جوراب رو زمینه، پس رام کار بدی کرده، پس من میتونم ببینم بهش که تو میگه چی شده بابا، میگه دیگه من وقت دارم تو رو اذیت کنم، پس قانونم میتونم اذیتت کنم. و من اینو نمیفهم که چرا انسان ها وقتی قدرت دانه که اذیت کنن اذیت میکنن. منم میکردم اما من بچه بودم حیوان ها رو اذیت میکردم. من میگم بذاریم برای یه پادکست دیگه، چون من خیلی در مورد این نظر دارم اتفاقا. اوکی اینو میذاریم برای مسجد بعدی بقول معروف و بریم برای دفعه بعد که این کارو میکنیم. دمت گرم دو، من همیشه حال میکنم با حرف میزنم و من همینطور اگه بتونیم ماهی دو تا اپیزود بدیم بیرون، چون بچه‌ها خیلی به من مسیج میزنن که لطفا مسجد تو از بین نبری، مسجد تو دوست داریم، اینو واقعا به خاطر برعکس بگم، چون من تو آدمی هستیم که حرف میزنیم بعد تو دارید میچرخی تو دنیا تور میذاری و پارتی، من دارم دو تا بچه بزرگ میکنم. خیلی جالبه این که من تو اسمشمون خیلی باحاله. من دوست دارم بگم من تو آدمی هستیم که من خیلی یک چیز دیگه که منو به تو همیشه جذب میکنه که به خاطر این بدون فیلتر بودنمون و رو راست بودن و لخ بودنمون به نفع خودش. من حالا شاید توی ذره مثلا آدم احساسی تری باشم و یه جوری دیگه لخشم، تو یه جوری دیگه همه افکار خوب و بد تو همینجوری بلند بلند استفراغ میکنی میگی. مثلا من یه پیغام گرفتم از یه آدمی که توی پست خیلی مهمیه امروز، یه آدمی که اصلا توقعش نداشتم، یه آدم خیلی معروفه، اصلا نمیخوام بگم کی و اینا چی، یه آدمی که من خیلی براش احترام قائلم، یه آدم خیلی بزرگیه و خیلی کار درست‌تر و انتلکچوال‌تر و فلان اینا، و من میگه رام من عاشق پادکست تو هم و صحبتات و فلان و اینا، انقدر خوبه که این پرچم این قضیه رو گرفتی بالا. و میگم آدمای مثل من و تو که انقدر راحت میان حرف میزنن، خیلی وقتا شده حرفمون درست باشه، خیلی وقتا ممکنه غلط باشه،
برای همین که جرأت اینو داریم که بیم حرف دلمون بزنیم و در میون بزنیم، بدون اینکه سعی کنیم ادای کسی رو در بیاریم، سعی کنیم بی احترام میکنیم، سعی کنیم که کول باشیم و دیوونه باشیم، چون من تو چه توی پرایوت همینیم که الان داریم با هم حرف میزنیم، هیچ فرقی نداره. دقیقاً. و این یکی به من گفت میتونم بیام بگو بخش. من همین میخواستم تمام کنم فکرام، میگم این خیلی جذابه، این خیلی کمیابم هستش توی فرهنگ با من و تو. این پرچم رو بالا گرفتیم با همینجوری ببریمش جلو، واقعا هر جوری که شده. یکی از بچه‌ها اومد من گفتش که سوال به من اجازه میدی که من بیام قبل ضبط باشم ببینم مثلا چه اتفاقی پشت صحنه میفته؟ گفتم دادی ما پشت صحنه نداریم، ما میشینیم میذاریم ضبط تموم میشه نمی‌کنیم، همه‌شو می‌بینی، یعنی پشت صحنه اون که داری می‌بینی دما قشنگیش همینه، چون واقعیت گم شده، انقدر همه چی دروغ شده. آقا ما بچه بودیم فیلمایی که سوروایوال می‌دیدی یارو تو جنگل می‌خوابید، اونام همه دروغ بود، پشتش کرو داشتن و غذا می‌زدن، فقط فکر درست میکنن که ما فکر کنیم یارو تو جنگله. آره یعنی انقدر همه چی دروغه، مردم واقعا دیگه تشنن که آقا واقعا من خودم فکر میکنم مثلا این کار بده یا نه، یکی دیگه هم فکر میکنه. بعد وقتی من بلند میگم مردم واقعا احساس میکنن ریلکس میکنن، چون واسه من کسی نبود بگه، من همیشه میگم من دیوونه ام، من فقط من این فکر رو دارم، من غیر عادی ام، پس اگر من آدم خوبی ام چه جوری 12 نفر همیشه دارن میگن تو من، پس شاید من آدم بدم. میگم برای ویدیو بعدی میتونیم چیز کنیم آقا، بریم فلفل تند بخوریم ریاکت بکنیم، خیلی شیک و قشنگ. وای چندش هم میگیره. من دوست دارم یکی دوتا از این کارا بکنم خود. تو آره من نمیتونم، با من اعصابم چی میشه با ما این کار. نه من اگه مثلا یکی از اون یوتیوبرها رو ببینم که این کارا رو میکنه دوست دارم بیارم تو پادکست مثلا با هم فاش بکنیم، فاش خوام در بدم، ولی تو یه بار به اون مهمون برم که خود از این کارا بندازم اصلا اصلا فکرشم نکن. چه میدونم دیگه، برای اینکه دروغ شده من این کارو میکنم، تو تعارف ندارم میگم، برای اینکه منم بتونم ویور بیشتری بگیرم، یعنی نه اینکه بخاطر که دوست داشته باشم، ولی میدونم که این جوانای کوچرا رو نگاه میکنن ببین آقا بریم کینگام چه جو واکنشی، من اونجا برم میرینم به طرف و حرف دلمو میزنم و همین رو میگم. من یه بار حاضرام برم بکنم، ولی حتی اون روز اتفاق بیفته. خیلی حال کردم با دمت گرم، امیدوارم خوش بگذره. چه ویوی داشتی اون پشت بک‌گراند، لذتشو ببر. معذرت میخوام که بعد قیافه گوه من نگاه میکردی به جای اون ویو. چیکار نداره الان به جای میرم یه منظره خیلی الان میرم یه منظره خیلی بهتر میبینم، حالا بهتره. بله 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 دمت گرم، برو منظره نگاه کن، فیلمم نگاه کن، همینطور خود باش با هم در تماسیم. سلام برسون به النا و بچه ها، لوف یو، چاکس چاکس.